آیت الله لزما سید موسا زنجانی حفظه الله طی اظهاراتی ضمن توصیه به مردم برای افزایش دعا و استغفار در این ماه مبارک اعلام کرد که باید برای از بین رفتن کرونا به خدا و حضرات معصومین علیه السلام متوسل شویم همکارم علی اکبری گزارش می دهد آیت الله لزما شوبری زنجانی با حضور در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بر دعا و استغفار و حفظ رابطه معنوی با ذات باری تعالی در ایام سخت کرونا که امکان اجتماعات مذهبی نیست تاکید کرد ایشان توسل به معصومین علیه السلام را کارگشا دانسته و فرمود امروز وظیفه همه ما دعا کردن است آیت الله العظما شبیری زنجانی از مردم خواست در این ایام با دعا به پیشگاه خدای متعال و توسل به حضرات معصومین علیه السلام برای برطرف شدن خطر کرونا از جامعه بشری دعا کنند معظم الله افزود امیدواریم خدای متعال به پزشکان و کادر درمان توفیق دهد و هرچه زودتر خطر این ویروس رفع شود وظیفه ما در این شرایط توسل به درگاه خداوند و هزارات معصومین علیهم السلام است آیت الله العظما شوبری زنجانی گفت حضرات معصومین علیهم السلام مقربان درگاه الهی هستند در طول تاریخ شیعه با توسل به آن حضرات از موانع زیادی عبور کرده است امروز وظیفه همه ما دعا کردن است به ویژه در ماه مبارک رمضان که ماه دعا و استغفار و عبادت است معظم الله با اشاره به عدم امکان برگزاری مراسم عمومی به دلیل شیوع کرونا خاطر نشان کرد الان به خاطر شرایط مجالس عمومی مورد تایید برخی از متخصصان نیست این به معنای فاصله گرفتن از دعا و نیایش نیست مردم تلاش کنند آنچه مورد تایید ائمه معصومین علیه السلام است را به صورت خصوصی دنبال کنند ایشان اخلاص و نیت برای قرب پروردگار را لازم استجابت دعا و عبادت دانست و گفت مسلمان باید رضایت خدا را در نظر بگیرد سعی کنیم آنچه شرعا مفید است را مورد توجه قرار دهیم در برخی از زمانها مسائلی رایج می شود نفس رایج شدن یک موضوع نشانه صحیح بودن و اولویت آن نیست باید میارمان چیزهای رایج و بدون پشتوانه باشد آیت الله العظم شبری زنجانی ادامه داد مؤمنین در این ماه زیاد قرآن تلاوت کنند و سعی کنند به فقرا کمک کنند کسی که نمیتواند روزه بگیرد کمک کند تا یک خانواده نیاز من بتواند روزه بگیرد کمک به مردم بالاترین عبادت است آیت الله العظما شوبری زنجانی به طلاب و کسانی که اهل علم و دانش هستند سفارش کردند تا از این فرصت برای تقویت داشته های علمی خود بهره ببرند